عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع البصير من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين ومعتمد المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا قيوما أزليا أبديا سرمديا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون وأشهد أن مولانا ومقتدانا يعصوب الدين مولاي ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وأئمة المعصومين عليهم السلام من ولده أئمتنا سادتنا كبراؤنا والشفعاؤنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على صاحبنا وإمام عصرنا حجتك على عبادك بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم إني أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تؤتق رقبتنا من النار وأن تخرجنا من الدنيا سالما وأدخلنا الجنة آمنا وأن تجعل دعاءنا أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا إنك أنت علام الغيوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله أيها الإخوة والأخوات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اولا خودم را و ثانیا شما نمازگزاران عزیز را به رعایت تقوای الهی سفارش میکنم. پروردگارا تو را به عزت امام متقیان علی بن ابی طالب علیه السلام قسم میدیم روحیه تقوا
و دوری از گناه و معاصی را در ما زنده بگردان. همان گونه که در جریان هستید، بحث ما در خطبه های نماز جمعه تحت عنوان تقوای عملی مطرح می شد. عرض کردیم که عمل در صورتی می تواند مؤثر باشد، ماندگار باشد و زمینه ساز فلاح و صلاح آخرتی باشد که از تقوای لازم و پاکی لازم برخوردار باشد. و مسلماً وقت رفتارهای ما و اعمال ما از پاکی لازم برخوردار بود، ما میشیم صاحبان عمل صالح و در نهایت هم اهل فلاح و نجات و اهل سعادت در دنیا و آخرت. ما تقوای عملی را از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح می کردیم. وجود نازنین امیرالمؤمنین در هشتمین صفت از صفات مؤمن در باب تقوای عملی فرمود یکی از ویژگی های مؤمن این است که مؤمن عاطفه دارد، مهربان است، عاطف الیقین. عزیزان من، از دیدگاه اسلام قوام جامعه انسانی در محور مهربانی و مهر و محبت شکل می‌گیرد. جامعه مادامی می‌تواند جایگاه انسانی خود را داشته باشد که مهر و محبت در اون جامعه جایگاه داشته باشد. در قرآن مجید کسانی که این مهرورزی را و خوبی را و مهربانی را سیره خود قرار دادن اصحاب المیمنه خطاب می کنند، یعنی کسانی که صاحبان یمن و برکت و خوبی هستند. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. فرمود اونهایی که همدیگر را به صبر توصیه میکنند، به رحمت و بزرگواری و مهربانی توصیه میکنند، اینها صاحبان یمنن، اصحاب برکت و خوبی هستند. امام صادق علیه السلام فرمود تواتو و تبارو و تراحمو و تعاطفو، همدیگر رو دوست داشته باشید، به همدیگر مهر بورزید، رحم کنید و عاطفه داشته باشید، چون جامعه صادقی و علوی و نبوی و نهایتاً اسلامی جامعه است که این ویژگی ها را در خود دارد و این اخلاق را در خود می پروراند. اجازه بدید من بحث را یک مقداری به سیره رسول خدا گره بزنم و عرض بکنم که وجود نازنین رسول خدا یکی از برجسته ترین صفاتش صفت مهربانی و مهرورزی بود. من در چند عنوان این سیره متبرک رو محضر مبارک شما امروز یاد دهانی می کنم. اولین برکت این مهربانی و محبت و عاطفه انسانی که در سیره رسول خدا خیلی برجسته بود این بود که به عنوان راز موفقیت پیغمبر خدا مطرح شده. یعنی مال خدیجه کبرا یک سو، حمایت جوانان برومند مثل علی و شخصیت‌های شجاع مثل حمزه و فداکارانی چون مصعب ابن عمیر
و افراد فداکار و مخلصی مثل ابیذر و سلمان و سایرین از اصحاب پیامبر اکرم یک سو، مهربانی و اخلاق کریمانه رسول خدا در موفقیت پیغمبر اکرم جایگاه ویژه دارد، به طوری که خدای متعال می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فظ من حولك. رسول من، یکی از علل موفقیت تو این بود که تو دل نرم داشتی، خوی خوب داشتی، برخورد همراه با مهربانی داشتی و این باعث شد مردم دور و بر تو جمع شود و این باعث شد خیلی ها به تو گرویده بشود، دلها را شکار کرده و در اختیار خود قرار دادی. خیلی ها می آمدن می گفتن ما به حق و ناحق بودن اسلام کار نداریم، ولی رفتار رهبری اسلام به ما خیلی باعث جلب و جذب شده و ما حق می دانیم پیغمبر خدا را، چون در رفتار او و در سیره او و در حرکات و سکنات او جلوه های از زیبایی را مشاهده می کنیم. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه چند تا خصوصیت بسیار بالا در برخوردهای خود داشتند. همواره مهربان بودن، خوشروی بودن و با خنده و تبسم از بازدید کنندگان خود استقبال میکردن، پرخاشگر نبودن، اهل تملق نبودن. زیبایی و صداقت رو میشود در رفتار او پیدا کرد. هیچ کسی از در خانه رسول خدا ناامید نرفته. این نکته بسیار مهمیه. این دروازه چون دروازه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین است، باید کسی از در این خانه ناامید بر نگردد. اونی که مشکل اقتصادی دارد در حد توان خود مشکل او را برطرف میکرد. اونی که مشکل اجتماعی دارد در حد توان خودش کمک میکرد. حتی اونی که مشکل فکری داشت، اندیشش، تفکرش نیاز به کمک داشت، پیغمبر اکرم برای او کمک فکری انجام میداد. لذا وجود نازنین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، این ویژگی هایش باعث جلب و جذب افراد به اسلام عزیز شد. در محاورات و ملاقات های خود هرگز کلام کسی را قطع نمی کرد. اگر طرف خیلی هم طولانی صحبت می کرد، پیغمبر اکرم گوش می گرفت. تا جایی که یک تعداد گفتن این گوش از فقط. قرآن می فرماید یک تعداد از کفار و منافقین وقتی به ملاقات او آمدند برگشتند گفتند هو اذن، این آدم فقط گوشه و هیچ حرفی برای گفتن ندارد، موضعی برای موضع گرفتن و امثال اینها را ندارد. قرآن آیا نازل کرد این اتهام را نزنید، او ادب دارد، حرفهای شما را گوش میکند، وسط حرف شما نمیپرد، قطع نمیکند شما را، و اگر چنان چه موضع نمیگیرد میخواهد اول بشنود و بعد عاقلانه تصمیم بگیرد، عاقلانه به جواب شما بپردازد. این ویژگی های رسول مقبول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، رمز موفقیت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه خوانده شده. دومین عنوانی را که در باب مهربانی و عطوفت نبوی برجسته می کنم عبارت است از ملایمت در عین صلابت. او در عین زمانی که نرم خوی بود، اهل گذشت بود، اهل عفو بود، اهل مدارا بود، اهل همکاری و دستگیری بود، در عین زمان از صلابت خاص برخوردار بود. در مسائل شخصی خود نرمخوی بود، ملایم بود. اگر کسی می آمد به شخص او توهین می کرد، وجود نازنین رسول خدا برخورد نمی کرد، اکثرا هم می بخشید، خیلی هم سخت نمی گرفت. ولی وقتی می آمد
افرادی پیدا می شد که به مسائل بزرگ دینی کجدهنی کند، به اساسات دین مقدس اسلام پشت کند، یا جایگاه حقوقی پیغمبر اکرم را مورد توهین و تحقیر خود قرار بدهد، بسیار هم با صلابت برخورد میکرد. شما دقت میکنید که در فتح مکه حرکت بسیار تاریخی او به نمایش گذارده شد. یعنی چی؟ یعنی زمانی که مکه فتح شد گفتن چگونه میخواهید من با شما برخورد کنم؟ گفتن یا رسول الله، ما خیال میکنیم در مقابل یک پدر مهربان قرار گرفتیم که جز رحم و خوبی توقع دیگر از او نمی رود. پیغمبر اکرم فرمود من همان برخورد را که یوسف با برادران خود کرد با شما می کنم. یوسف زمانی که بر اریکه قدرت رسید، برادرانش اظهار ندامت به پشیمانی کردن و در محضر یوسف رسید، فرمود لا تسریب علیکم الیوم، من از شما انتقام نمی گیرم، بر شما فرض بفرمایید آنچه را که روا داشتید روا نمی دارم. لا تسریب علیکم الیوم. وجود نازنین پیغمبر اکرم همه را بخشید و از احدی انتقام نگرفت و فتح مکه را رقم زد. اما در مسائل عمومی، آنجایی که حریم قانون مطرح بود، آنجایی که منافع عامه مسلمانان مطرح بود، آنجایی که شریعت مطرح بود، نه تنها کوتاه نمی آمد بلکه با صلابت و قاطعیت تمام پای منافع دنیای اسلام ایستاد می شد. او درست است ملایمت دارد، ولی گاهی هم صلابت را باید به کار ببرد تا مردم بدانند که قانون شوخی بردار نیست و از قانون و منافع عامه مردم باید آدم نگذرد. در قضیه اون خانمی که از طایفه بنی مخزوم بود، دقت می‌فرمایید که وقتی او مرتکب سرقت شد، بزرگان طایفه گفتند اگر این خانم دستش بریده شود و حد سرقت بر او جاری شود، آبروی قبیله می‌رود. او زمان بحث قبایل بسیار داغ بود، میخواستن قبیله نقطه ضعف در میان قبایل نداشته باشد. یکی از اصحاب پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه را شفیع قرار داد، اسامه ابن زید را. پیغمبر اکرم فرمود اسامه چطور تو از یک مجرم شفاعت میکنی؟ چطور میخوایی از گناه و گناهکار حمایت کنی؟ چطور میخوایی من قانون را زیر پا کرده و بر اساس روی و مصلحت و امثال اینها تصمیم بگیرم؟ بسیار هم قاطعانه برخورد کرد، فرمود نه، من کوتاه نمی آیم. او سرقت کرده و حق سرقتم این است که باید حد بر او جاری بشود. لذا رسول خدا بسیار قاطعانه برخورد کرد، کوتاه نیامد. در عین زمانی که او داعیه‌دار فتح مکه است، در عین زمانی که او صاحب ولو کنت فظا غلیظ القلب است، در عین زمانی که انک لعلی خلق عظیم در شأن او نازل شده، در عین زمانی که او بزرگترین خلق و خوی انسانی را نمونه و الگو هست، در مسائل اینچنینی کوتاه نمی آید. فرمود من اهل کوتاه آمدن در مورد تطبیق قوانین نیستم. روی این لحاظ است که پیغمبر اکرم می تواند در همه ساحات برای ما الگو باشد. من بازم عرض می کنم مسئولین محترم، اونهایی که در رده های بلند مسائل اجتماعی و سیاسی قرار دارند، این نکته را بدانند که اگر پا روی مسائل شخصی خود می گذارند و مسائل شخصی خود را به معامله می گیرند، خوب، ما نمی توانیم منافع عامه مردم را به معامله بگیریم و کوتاه بیاییم. بحث تاریخ است، بحث وجدان های بیدار است، نمی توانیم قبول کنیم. وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در عین زمانی که ملایم بود، گاه گاهی
الصلابت لازم کار می گرفتن. اجازه بدید سومین عنوان را که مطرح بکنم معجزه مهرورزی است. عزیزان من، مهر و محبت معجزه می کند. مهر و محبت نفوذ را بر دلها تثبیت می کند. مهر و محبت جایگاه دائمی را در قلوب برای ما ایجاد می کند. یکی از کسانی که این معجزه را عملا نشان داد مالک ابن عوف بود. مالک ابن عوف از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر اکرم در سال 8 هجری با تحریک قبیله های ثقیف و امثال اینها آتش جنگ را برند روشن کرد و مشعلدار جنگ و نفاق در جامعه بود که جنگ حنین را می توانیم از همین جنگ ها قلمداد بکنیم. پیغمبر اکرم در این جنگ وارد میدان شد، از خود دفاع کرد، اتفاقا جنگ خوبی هم بود، به نفع مسلمان ها تمام شد. خیلی هم اسیر گرفتن، خیلی هم موفق ظاهر شدن. خود این آقا که جنگ را شروع کرده بود در طائف پناهنده شد از ترس ای که مبادا پیغمبر اکرم مرا هم جز اسرا قرار بده. اهل و عیالش، بستگانش با هزاران اسیر دیگر به مدینه آورده شد. بعد مدتی یک اماننامه خواست از پیغمبر اکرم، فرمود یا رسول الله اگر اماننامه بدید من مدینه خدمت مبارک شما برسم. پیغمبر اکرم فرمود بیا در امانی. آمد مدینه، وجود نازنین رسول خدا، فرمود حالا که تو آمدی تسلیم شدی و میخواهی در امان باشی، زیر چتر مسلمانا زندگی بکنی، اولین تحفه‌ای که من به تو میدم اینه که خانواده‌ات را آزاد میکنم. خانواده‌اش را آزاد کرد، بسیار به خوشی تمام از مدینه را افتاد سمت طائف. این آدم آدم جا افتاده و سرمایه‌دار و زمیندار بود، تمام امکانات مالی خود را برای ترویج اسلام مصرف کرد. کسی که سرسخت ترین دشمن پیغمبر بود از دوستان و مریدان مخلص رسول خدا قرار گرفت و این معجزه مهربانی است، این معجزه مهربانی است که وجود نازنین رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه در زندگی خود همچه معجزاتی را هم توسط افراد مشخصی به نمایش گذاشت. اجازه بدید نکته دیگر را هم محضر مبارک شما عرض بکنم و آن این که یکی از مصادیق مهربانی که در سیره نبی مکرم اسلام است مهربانی با کودکان اطفال است. عزیزان من، اسلام اسلام وقار است، اسلام اسلام احترام است و همین اسلام وقار و احترام اسلام شفقت هم هست. پیغمبر اکرم فرمود وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، بزرگانتون رو احترام کنید، نسبت به کودکان و اطفال شفقت و مهربانی داشته باشید. این شفقت و مهربانی اطفال را هم در مسیر صالح و سالم قرار میدهد. شما دقت میکنید که اطفال مخصوصا در اوایل عمر خود و در سن کودکی بیشتر تقلید میکنه، بیشتر پیرو است، بیشتر تلاش می کند ادای بزرگان را در بیاورد. اگر بزرگان، محاسن سفیدان، پدران، جوانان عزیز با اطفال برخورد سالم داشته باشند، این برخورد سالم باعث می شود اطفال در مسیر صالح و سالم اخلاقی قرار بگیرد. اما وای از او روزی که پدر و مادر و بزرگان با خشونت خود و با ندانم کاری های خود زمینه عقده‌ای شدن اطفال را فراهم کند، زمینه بدخلق شدن و بد اخلاق شدن و فاسد شدن اطفال را فراهم کند. لذا اسلام فرمود اطفال را باید مورد رحم قرار بدید، شفقت داشته باشید. وجود نازنین رسول خدا، دو تا از پسرانش با مرگ طبیعی خود از دار دنیا رفت، خیلی گریه میکرد. یک کسی گفت یا رسول الله مگه شما ما را امر به صبر نمیکردید؟ فرمود چرا؟ پس خودتون چرا گریه میکنید؟ پیغمبر اکرم فرمود من پدرم، عاطفه دارم، دلم میسوزد،
گریه باید بکنم، این منافات با صبر ندارد. اتفاقا یک انسان همان گونه که اهل صبر است باید اهل عاطفه باشد. وقتی دلش میسوزد، عشق میورزد به پسرش، به خانواده اش، مسلما اشک او جاری میشود. لذا پیغمبر اکرم فرمود من مهرم و عاطفه‌ام اجازه نمیدهد گریه نکنم. یک کسی آمد گفت یا رسول الله، من در خانه اطفال دارم ولی یادم نمیآید صورت بچه هایم رو بوسیده باشم. پیغمبر اکرم فرمود تو خیلی بیرحمی، تو خیلی قسی قلبی. اطفال به مهر و محبت و خوبی ضرورت دارد و تو خیلی بیرحمی میکنی که اونها را مورد محبت و مهر قرار نمیدهی. عزیزان من، یکی از عادتهای دوره جاهلی بیرحمی نسبت به اطفاله. یکی از عادات مردم جاهل این است که نسبت به اولاد خود یا نسبت به اطفال خشونت به کار ببرد. حتی در دوره جاهلیت نسبت به دختران رفتار بسیار بیرحمانه را روا می داشتن که دختران را زنده به گور می کردن. ولی پیغمبر اکرم آمد با این سیره مبارزه بسیار نفسگیر انجام داد. او به خاطری که جایگاه دختر را در جامعه آن روز تثبیت بکنه، زهرا را قدر می کرد. وقتی وارد خانه می شد زهرا را بغل می گرفت و صدا می زد دخترم بیا که تو را بوسه باران کنم، چون از میان قفسه سینه تو بوی بهشت را استشمام می کنم. جامعه که دختر را زنده به گور می کنه، وقتی این رفتار را ببیند مسلماً تأثیرات مثبتی روی آنها خواهد گذاشت. و بعد به یم اکتفا نکرد، فاطمه زهرا را به شدت احترام میکرد. باری هم فرمود فاطمه مثل مادر من است، فاطمه تو ام ابیها. این یعنی رفتار مهربانانه او نسبت به دختران و کودکان. لذا وقتی در کوچه هم اطفال را میدید، اول به اطفال سلام میکرد، میفرمود خجالت نکشید، اطفال هم مثل بندگان خدا از بندگان خوب خدا هستند. گاهی هم با اونها هم بازی میشد، هم کلام میشد. در جامعه ای که کسی به اطفال توجه نمی کند، رهبر اون جامعه بیاید با اطفال هم بازی بشود، این میتواند بزرگترین درس ها را به اون جامعه بدهد. لذا یکی از مصادیق مهربانی نبوی، مهربانی او در مقابل اطفال و کودکان جامعه است که این را هم باید از پیغمبر اکرم یاد گرفت. او معلم دوست داشتنی شده بود بین جوانان و نوجوانان و اطفال. من با اجازه محاسن سفیدان مجلس میخوام عرض کنم، پیغمبر اکرم خودش فرمود در اول اسلام جوانها دور بر مرا گرفتن، اونهایی که از مهر و محبت انسانی پیغمبر اکرم بیشتر متأثر بودن آمدن کنار پیغمبر خدا ایستاد شده. لذا پیغمبر اکرم فرمود یکی از مصادیق مهربانی، مهربانی با اطفال. روزی نماز ظهر را بسیار با عجله خوان، مخصوصا دو رکعت آخر را بسیار با عجله تمام کرد. اصحاب آمد پرسیدن یا رسول الله اتفاق خاصی افتاده؟ وحی نازل شده؟ جنگی بناس اتفاق بیفته؟ دشمن حمله میکنه؟ فرمود نه. پس چرا عجله کردی؟ پیغمبر اکرم فرمود اما سمعتم صراخ السبی، آیا صدای گریه او طفلکی که مادر را میطلبید نشنیدی؟ مادرش نماز میخوان، اگر نماز طولانی میشد گریه طفلم عوج میگرفت. من به دلیل که گریه او طفل بیشتر از این دوام نکنه نماز رو مختصر کردم. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. پس یکی از ویژگی های مؤمن در رفتارهایش رفتار مهربانی همراه با عطوفت است که خدای متعال ما را از فیوزات عاطفه و مهر و محبت در زندگی ما بهرمند بفرماید. ما بنای ما بر اختصار است، تلاش میکنیم خطبه ها را با عجله
عرض کنیم و مطالبی که لازم است با عجله بگوییم تا مؤمنین بزرگوار هم به برنامه های بعدی خود برسد و هم خواهران و برادرانی که در صحن هستند بیشتر از این اذیت نشوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوى الله و السلام علیکم و علی جمیع عباد الله الصالحین.